سپاسگزاری. متاسفانه بحثمون تازه داره داغ میشه و دوستان اشاره میکنن که وقت زیادی نداریم. آقای مجید پور، با توجه به اینکه به پایان وقت برنامه رسیدیم، اگه صحبت آخری داری یک دقیقه رو میتونی برای شما اختصاص بدیم. بله، اتفاقا من میخواستم در این مورد صحبت کنم که اساسا ما در زمان انقلاب سال 1357 هم بر این باور بودیم که به هر حال ما جنبش رو شروع بکنیم و از دل این جنبش خودش یه رهبر بیرون میاد، سخنگو پیدا میشه، در حالی که این دورانی که ما حالا به هر حال باش روبرو هستیم، اولا با سال 1357 خیلی فرق میکنه و اتفاقا ما در این مورد نباید گنگ باشیم و بسیار شفاف در این مورد باید تمام نیروهای سیاسی داخل خارج ایران بتونن نظرات خودشونو بدن، بحثای خودشونو بکنن و معلوم بشه که آیا واقعا در این جنبش ما داریم به هر حال به چه طرفی داریم میریم و این خواستها و نیازهای اقشار و گروه‌های مختلف مردمی به چه شیوهی میتونه به واقعیت بگره. به هر حال در این مورد من فکر میکنم که بسیار به اصطلاح باید شفاف باشیم و اینم در این رابطه بگم که جمهوری اسلامی ایران در طول 30 سال گذشته به اصطلاح بحران‌های زیادی رو تا حالا رد کرده و در این دوره بحرانی به عقیده من مهم اینه که نیروهای سیاسی داخل ایران بدونن که به چه گزینه‌ای دارن رأی میدن و با چه گزینه‌ای همراه میشن. من بالشخص خودم طرفدار این نیستم که مردم به خیابون بکشونم برای کسی که میگه ولایت فقیه ما رو از خودمختاری ها حفظ کرد و گزینه آقای موسوی رو قبول ندارم و برای همین خاطرم فکر میکنم که در این مورد مردم ایران، نیروهای سیاسی ایران بسیار محتاطانه باید در این جبهه گیری های سیاسی شرکت بکنن و این هیچ به معنای این نیست که ما سیاست تفرقه کنه حکومت کنه تفرقه بینداز و حکومت کنه جمهوری اسلامی را قبول کرده باشیم، ولی بسیار روشنتر و با دید بازتری از سال 1357 باید به روابط سیاسی داخل گروه های ملی سیاسی و اجتماعی ایران بنگریم و بر پایه به اصطلاح به کرسی نشاندن این خواسته ها ما باید حرکتامون رو بکنیم، جبهه گیری هامون رو انجام بدیم و یارگیری های سیاسی خودمون رو هم انجام بدیم. من فکر میکنم در این موقعیت سیاسی جدا از مسئله حقوق بشر، چون مسئله حقوق بشر هم یک مفهوم بسیار بزرگیه و این تنها نمیتونه راه حل ما باشه برای به دست آوردن خواستهای مجموعه مردم ایران و باید شفافتر، صریح‌تر موضع‌گیری امور بکنیم و یارگیری سیاسی رو بدین شیوه انجام بدیم. اینم به هیچ معنا نیست که بدین معنا نیست که ما اصلا از لحاظ حقوق انسانی فکر نکنیم به انسان اصلاح طلبی که زندانی میشه، ولی من میگم جریان سیاسی اصلاح طلبی که حالا از طرف آقایان کروبی و موسوی نمایندگی میشه، این نمایندگی سیاسی دارای این کیفیت توان نیست که بتونه به خواستهای مردم ایران در مجموع خودش جواب بده و برای همین من طرفدار پشتیبانی از این جبهه و از این گروه نیستم. با تشکر از شما آقای مجید پور و از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید بسیار سپاسگزاریم و شب خوش خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خوبی رو آرزو میکنم. بدرود. تشکر. خب خانم وفا، شما هم حق دارید یک دقیقه سخن آخره بگید که برنامه رو به پایان ببریم. بله، جنبش مردم ایران خوشبختانه همونجور که خدمتتون عرض کردم از بیرون از کشور ایران، بیرون از به اصطلاح خواست مردم ایران نه تحریک میشه نه به وجود اومده. پس بنابراین باور به توانایی های مردم در پیشبرد اون در تصحیح
و در همچنین انتقاد اون باوری است که هر نیروی اپوزیسیونی باید داشته باشه. بدون اون امکان نداره که بتونه در شکل‌گیری این حمایت و در حمایت و پشتیبانی از این جنبش نقشی داشته باشه. منتها شفافیت زبان آزادی است، ابهام زبان قدرت. در اینکه همه نیروهای سیاسی باید شفافیت کامل داشته باشه در ابراز نقطه نظرهاشون و ماکسیموم مینیمم های اعتقادیشون سیاسیشون به مسائل ایران در شکی نیست. بند باز قدرت بودن هست که زبان ابهام رو ایجاد میکنه و به یک باره میبینید سازمان سیاسی تا دیروز مخالف نظام ولایت فقیه بود، فرداش یه دفعه طرفدار نظام ولایت فقیه میشه یا معتقد به اصلاحات میشه یا یه دفعه شعار استقلال رو میده ولی با یه قدرت خارجی زده بند میکنه. اون ابهام هست که در روش و منش همیشه هم بزرگترین ضربه رو به جنبش زده. پس بنابراین باید از نیروهای اپوزیسیون خواست که زبان شفاف و کاملا شفاف رو با ملت ایران داشته باشن. در جریان اندیشه و برخورد آرا و عقاید هست که مشخص میشه که سره از ناصره مشخص میشه و حتی خود جنبش هم نقد میشه. من گمان ندارم که ملتی خواهان نقد بر جنبش خود نباشه یا کورکورانه از شعارهایی که بقیه میدست تبعیت بکنه. این نقد رو باید از فرصتهایی که داریم استفاده بکنه و از محیط آزادی که به خصوص در خارج از کشور با توجه به سانسوری که در ایران بر روزنامه ها و جراید حاکم هست استفاده بکنیم برای به جریان انداختن اندیشه که در چارچوب این به جریان افتادن اندیشه هاست که مشخص میشه هم مواضع این نظام و به اصطلاح روش های سرکوبی که برای جنبش داره و هم خود جنبش هم نقد میشه و خوشبختانه شاهد خواهیم بود انشاءالله که در آینده بهترین مسیر رو برای استقرار و آزادی و استقلال پیدا میکنن و به تحقق میانجام. بسیار سپاسگزاریم خانم وفا از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردیم و ما رو با نظرات و افکار خودتون آشنا کردید. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. تشکر من از شما و شنوندگان محترم که حوصله کرد. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه گفتگو رسیدیم و با آرزوی بهترین ساعات برای شما، شب خوش و بدرود.